سلام دوست عزیز، انجینر عبدالصبور هستم و شما را به چنل یوتیوب اسم سوال و صفحات اجتماعی اسم سوال خوش آمدید میگیم. دوستای محترم، طور که شما در جریان قرار دارید از چنل یوتیوب اسم سوال و صفحات اجتماعی اسم سوال آموزش برنامه های انجینری به شکل هفتهوار منتشر می شود. اگر علاقه مند آموزش برنامه های انجینری هستین، لطفا چنل یوتیوب اسم سوال را که لینک شده پایین ما برتان نشان میتم سبسکرایب نمایید، علامت زنگ را نیز بزنید. به محض که من ویدیوهای جدید منتشر میکنم، شما از جمله افراد می باشید که نوتیفیکیشن اپلود ویدیوی جدید دریافت میکنید. و همچنان دوستان محترم، اگر ضرورت به کتاب ها و کد های اپدیت انجینری دارین، لطفا وارد چنل تلگرام استیم سوال شوید که لینک شما برتان در بالا نشان میتم. شما میتونید از او چنل کتاب ها و کد های اپدیت انجینری را به شکل رایگان به کیفیت عالی دانلود نمایید. دوستان محترم، موضوع درس امروزی ما در برنامه صف 2016 در مینوی دیفاین محاسبه سلز اپگرید پراپرتی، یعنی تنظیم نمودن بستر برای تعداد ها است. و همچنان دوستان محترم، در مینوی درا یک اندازه کار میکنیم تا بتانیم و شما سیستم درا را در برنامه صف 2016 بیاموزیم. دوستای محترم، بدون زیاد وقت وارد صفحه کامپیوتر میشیم و یک پروژه جدید سرش کار شروع میکنیم. خب دوباره خوش آمدید دوستای محترم. طور که در اول برنامه ما گفتیم که موضوع درس امروزی ما سایل سبگرید پراپرتی است در مینوی دیفاین. دوستای محترم، ما در برنامه ایتابز سیف آواز کردیم بخاطر جلوگیری از زیاد وقت. میم در مینوی فایل نیو مدل. ما از قبل گفته بودیم ما اول سیستم کود جور میکنیم، نظر با کود ECI در درس گذشته گفته بودیم، ما باز سیستم یونت جور میکنیم، ما با سیستم متریک کار میکنیم. از اینجا میگیم اوکی، در پروژیکت انفارمیشن هم میمانیم، معلومات در باری پروژه شما چیزی که خواستیم نشته کده میتونیم، در دیزاین پرفرنس میاییم، نیجه دیزاین کود در قسمت ها غرض نمیگیریم. سلاب میم در من کور سلاب سلاب، اما شما مقاطع ابتدایش یاد داریم پیچه قسم انتخاب میکنیم. فرزند نیجه ما تاپ کورا باتم کورا اونمو 15-15 میلی میمانمش. پریفر در بار سایز هم از این قسمت بر سلاب 10 میلی انتخاب میکنم، به قسمت ها دست نمیزنیم. سلاب هم میگیریم توی باشه من کور بیم اونمو 40-40 میلی میمانمش. پریفر بار سایز به خاطر لانگیتیوشنال یا سیخای طولی ما 20 میلی فرضاً 25 میلی میمانم و شیر سیخایش هم ما 12 میلی برش قبول میکنم. میمانیم از این قسمت میگیم اوکی، هر چیز جور شد بر ما. شما گرید اونلی را میگیریم. در گرید اونلی دوستای محترم باز دو سیستم است که هم سلندری کلس و هم گرید لاین اپ به شکل مربعی هم شکلای قایم زاویه است. یک پروژه که ما جور میکنیم فرضاً نظر به گرید لاین، نظر به محور اکس 5 دانه میگیریم، نظر به محور وای فرضاً همین 4 درست است. فرضاً گرید لاین نظر به محور اکس 5 و دیگه هم 6 میگیریم. اگر ما تغییرات بیاریم در لیبل ها هم میتونیم تغییر بیاریم. فرضاً اگر باز ما شما سیستم گرید لاین ها را دینجا جور میکنیم، از این قسمت میگیریم سپیسینگ میگیریم، میبینیم نظر به اکس تمامش 5 است، نظر به وای تمامش 6 است. اگر تغییرات ما بیاریم فرضاً ما در محور بی و بین ای و بی فاصله فرضاً 5 متر نیره 4 متر میگیریم، فرضاً میشه هم 3 متر میگیریم، نظر به محور چی اینی را هم ما فرضاً 5 متر میگیریم. خب دیجا خانه اشاری است، شما ایره میتونین تنظیم کنید درس دیگه، باز انشاءالله ایره تنظیم خواهد کردیم. دی قسمت هم بابل سایز است، اینی دایره و کار سایز است که در برنامه میتاب زم شما ایره خانده بودیم. دی قسمت هم اونم منازل ارتفاعاتش است که ستوری هایت فرضاً 3 متر و 3.5 متر ایره میگیریم. ما شما height of above story ایرا میمانیم ما صفر. ما چون فعلا در پروژه را ما اصل موضوع ما سایت سپریت پراپرتی است، بخاطر زی بر پروژه بر درس های بعدی هم ما سیستم گرید لاین جور کردیم. از این قسمت میگیم اوکی، سیستم گرید لاین ها دوستای محترم بر ما شما عرض شد. اما در قسمت ما شما میبینید که اونو خطای مربوی جالمانند حوز است که از اینجا ما کلک کده میتانیم، اینجا میم هاریزان ایره گل میکنیم، از این قسمت میگیم اوکی تا گرید لاین ها بر ما شما به شکل درست معلوم شود.
خب بناله دوستای محترم در مینوی دیفاین اگر ما شما بیاییم میبینید اینجا سایل سبگرید پراپرتی تا این قسمت ما در سایل گذاشته خانده بودیم از اینجا سایل سبگرید پراپرتی بخاطر سایل سبگرید پراپرتی یک نوت ما برتان جور کردیم این نوت هم ما در چنل تلگرام میوانو شما میتونین از اوجه دانلود کنین در سایل سبگرید اینجا فار سایل سبگرید پراپرتی سایل سبگرید پراپرتی را ما به که نشان میتیم در کودی سایل و خود سیل سبگرید پراپرتی مساوی میشه با پریشر پر دیفارمیشن یعنی فشار در متحداب پر دیفارمیشن یعنی یا سیتلمنت یا نمو نشست یعنی فشار بر نشست که پریشر مساوی میشه با allowable bearing capacity یا allowable bearing پریشر در تحداب هست و دیفارمیشن هم مساوی میشه با allowable settlement in the foundation for example در قدم و پریشر مساوی است گفتن به اینجا که مساوی میشه با بیرنگ کپسیتی در تهدابا و دیفارمیشنش مساوی میشه با ستلمنت یا اونم نشست در حد نشست حد عظیمی برای تهدابا فرزن اگر در راپور جیو تکنیکل ما در اما گروپ جیو تکنیکل در جای روان کده باشیم برای سایل انورستگیشن و بعد از اوک راپور بر ما شما میه ما شما وقتی که راپور جیو تکنیکال مطالعه میکنیم میبینیم که در علاوه بر بیرنگ کپاسیتی علاوه بر پریشر فرزن 200 کی پی ایس و ستلمنت بر تهداب های منفرد فرزن نور است موحد از همیش 25 میلی در نظر گرفته میشه دن مدل آف سایل سبگرید پراپرتی ویل بی مساوی میشه با یعنی 200 کی پی ای مساوی است دقیقاً با 200 کیلو نیوتن بر متر مربع یعنی 200 کیلو نیوتن بر متر مربع را ما 200 کی پی ای هم گفته میتونیم از اینکه در فرمول ما گفتیم که مساوی میشه با پریشر پر دیفارمیشن یعنی فشار بر نشست عظیمی پس بر ما هم دینجا بیارین کپاسیتی را راپور جیو تکنیکل که از راپور کتاب را جیو تکنیکل میه دوستای محترم اگر بود کتاب هم شما ضرورت داشتین که چه قسم همه خود راپور جو تکنیکل است با توسط کدام فرمولا یک توسط کود ای بی سی اما بیارنگ کپاسیتی معلوم میشه که هم فرمولا ترزاقی است که به طریقی ترزاقی محاسبه میشن اردویش تقریبا در بیارنگ کپاسیتی در نظر با کود ای بی سی یک انداز اضافه تر مبره اما دقیق ترش که زیادتر آخه اوقات خودم از پیش کار استفاده میکنم اما طریقی ترزاقی است که اونجا فرزن ما اگر بعد از ما یک سلسله محاسبات که در لابراتوار اجرا شده باشه فرزن لابراتوار بر ما بیارن کپاسیتی را به شکل فرضی ما گرفتی میره 200 کی پی باشه یا 200 کیلو نیوتن بر متر مربع باشه و سیتلمنت یا نشست تهدابا فرزن حد از میش 25 میلی بر تهدابای منفرد گرفته باشه از این که دینجا متر مربع است واحد و دینجا میلی است ما ایر تقسیمی اگذار میکنیم مساوی میشه با 0.025 متر یعنی میلی را به متر تبدیل کردیم پس ما گفته بودیم که سیل سبگرید پراپرتی را به که نشان میدیم که مساوی میشه با 200 کپی بر 0.025 متر از اینجا مساوی میشه با 200 کیلو نیوتن کپی را ما گفته بودیم که کیلو نیوتن بر متر مربع اینجا ما گفته بودیم که کیلو نیوتن بر متر مربع تقسیم 200 کیلو نیوتن بر متر مربع باز تقسیم 0.025 متر اونم ساده است که کسر الکسر است که ما در مخرج 0.025 یک اضافه میکنیم یا 0.025 تقسیم یک باز هم معنیش 0.025 کسر الکسر ساده میکنیم که 0.025 هم صورت به حالت خودش نشته میکنیم موضوع ریاضیکی از دیگه انشاءالله دوستا فهمیده میفهمن که موضوع صورت خودش به حالت خودش نشته میکنیم مخرج معکوس میکنیم علامه ضرب به علامه تقسیم به ضرب بدل میکنیم صورت در صورت و مخرج در مخرج ضرب میکنیم که 200 کیلو نیوتن بر متر مربع علامه تقسیم به ضرب بدل کردیم و مخرج معکوس نشته میکنیم یعنی یک بر 0.025 متر باز صورت که 200 کیلو نیوتن از ضرب یک میکنیم 200 کیلو نیوتن میشه و مخرج هم که متر مربع اینجا سو در اینجا متر سی به متر مکعب تبدیل میشه 200 یک تقسیم 0.025 کنیم 8000 کیلو نیوتن فی متر مکعب میشه یا 8000 کپی ای فی متر مکعب میشه که ما شما میتونیم در برنامه ای تبز در سایل سبگرید پراپرتی وقتی کلیک کنیم اگر برای ما شما
راپور جیب تکنیکال 200 کی پی آمده باشه و سیتلمنت یا نشست بر ما شما 25 میلی باشه. پس ما سایل سپریت پراپرتی را 8000 کی پی افی متر مکعب محاسبه شه و انتر میکنیم. و همچنان دوستای محترم به خاطر چک در تهدابه، وقتی ما تهدابه را دیزاین میکنیم به خاطر چکش ما ایسی اپشن در نظر میگیریم، یکی پریشر اندر فوتینگ باید ای کوچکتر باشه از 200 کپیه. این در صورتی است که بیرین کپسیتی 200 کپیه باشه، اما اگر 200 بالا باشه، فرزن 200 نی 250 باشه، باز باید بیرین کپسیتی امو الیویبل پریشر اندر فوتینگ، فشار زیر فوتینگ تعداد که می باشه باید از 250 کوچکتر باشه. اگر 300 می باشه 300 باید کوچکتر باشه، در صورت که 300 کوچکتر نبود باز تهداب نشست میکنه. دیگه دیفارمیشن اندر فوتینگ باید از 25 میلی کمتر باشه، چون ما گفتیم بر تهداب های منفرد در جیوتکنیکال راپورش هم می باشه و بر تهداب های منفرد هم، ما حد از می نشست در تهداب ها 25 میلی در نظر گرفته می باشیم، که در صورت اگر پریشر اندر فوتینگ از 200 کپیه کوچکتر باشه و دیفارمیشن یا منشست از 25 میلی کمتر باشه و پنچنگ شیر از یک کوچکتر باشه، نظر به کود ECI از یک کوچکتر باشه، پس اینمی دیزاین ما اینمی شرایط سه شرایط را ما چک میکنیم. اگر این سه شرایط تطبیق میشد پس تهدابه ما درست دیزاین کردیم، اما اگر درست اینا تطبیق نمیشد باز ما دینجا که تیپس برش نشته کردیم که ما میتونیم در حالت که پنچنگ شیر از یک فرزن کوچکتر نباشه عدد دیگه واقع شوه، باز ما میتونیم در مکیرل پراپرتی تغییر بریم، فرزن کانکریت ما مقدارش زیاد میکنیم، مارکش بلند میبریم و یا هم ما مقدار سیخ دوباره آنالایز میکنیم، نم سیخ بندی سیستمش تغییر میدیم تا پنچینگ شیر نه تعداد پنچینگ شیر فیل نشوه، و یا هم در صورت که پریشر اندر فوتینگ یا اونم فشار در زیر فوتینگ و یا هم نشست از اینمی حد از زمین خود اضافه تر باشه، باز دو صورت ما شما عرض تهداب و طول تهداب یعنی در مجموع مساحت تهداب ما شما تغییر میتیم. دوستای محترم دینی جگ نوت هم من اشتا کدیم برتن که الیویبل ستلمن فار ایزولیتید فوتینگ اونمو میگا امون نشست حد از زمین برای تهدابه منفرد یا ازولیتید فوتینگ 25 میلی قبول شده است، و علاوه بر ستلمنت فار رافت سلاش فار مات سلاش رافت فوتینگ 50 میلی در نظر گرفته میشه. همچنان این راپورها دوستای محترم نظر به رای اینا حد اعظمی است، اما اینا ستلمنت و بیرنگ کپاسیتی یک از موضوعات بسیار عمده ده راپور جیو تکنیکال است که باید انجینیری که تهدابه را دیزاین میکنه باید این موضوعات سرش بفهمه. باز هم براتون میگم دوستان محترم اگر راپور جیو تکنیکال ضرورت داشتین، تقریبا راپور جیو تکنیکال شاید دو دو یک نیم دو صد ورق باشه، یا کتاب مور براتون سکن خواهد کردم در چنل تلگرام به نشر میرسن و شما میتونین از اونجا دریافت کنین. خب میایم ما شما در برنامه تبز و فن میکنیم، از این قسمت میایم در مینوی دیفاین، از اینجا میایم سایل سبگرید پراپرتی، در اینجا این سایل سبگرید پراپرتی یا اونو ما آماده کردن تهداب و برنامه، از این قسمت فرزن ما ای را از قبل از ای را میمانیم، ای را میگیم دیلیت میگیمش، دیلیت هم نمیشه، از اینجا میگیم add a new property، تا اوجه add نکنیم و دیلیت نمیشه، add a new property میگیریم، از این قسمت فرزن میگیریم سایل از سایل پراپرتی نشته میکنیم، از این قسمت رنگش تغییر داده میتونیم، در اینجا اونمو سایل مودلس یعنی مو خود سایل سبگرید پراپرتی را که ما محاسبه کرده بودیم 8000 بود، چون قبلا ما محاسبه کردیم اینجا 8000 کیلو نیوتن فی متر مکعب که ما هم در جگه ببینیم 8000 کیلو نیوتن برای متر مکعب ما شما محاسبه کردیم. اگر در اینجا واحد دوستای محترم کیلو نیوتن بر متر مکعب بود، خب 8000 کیلو نیوتن بر متر مکعب وزن میکنیم، اگر کیلوگرم فی متر مکعب بود و یا کدام چیزی دیگه عدد بود میفهمیم که شفت از اینجا ما از کیبورد پرس میگیریم
و سر اینجا دبل کلیک میکنیم به هر واحدی که ما بخواییم دی قسمت ما شما عدد آوازه کده میتانیم. موضوع دیگه دینجاست لینیر آپشن یعنی نن کیس آنلی، در یکی است که نن لینیر است دیگهش تنشن اونلی است دیگهش کمپریشن اونلی است. فی برای فیلن دوستای محترم ما تهداوی را در نظر میگیریم، فقط و فقط ما شما در حالت کمپریشن یا فشار محاسبه میکنیم، اما دوستای محترم تهداوی است که شاید در تنشن واقع شوه یا هم در کمپریشن و تنشن باشم، باز اون موضوعات جداست که پسانتر ما شما در بعدی سرش گپ خواهد زدیم. از این قسمت میگیم اوکی، اینال ما میتانیم که از این قسمت ای را دیلیت بگیم، میبینی این دیلیت شد، از این قسمت میگیمش اوکی. خب دوستان محترم موضوع در عمومی را که ما گفتیم سایل سابریت پراپرتی محاسبش طرزش ما شما فهمیدیم، بخاطر از این که ما شما سیستم گرید لاین ها را جور کردیم یک پروژه را باید ما سرش بتانیم کار کنیم. پس در منوی دیفاین میم عجل عجل که در ماتیریال از این قسمت دوستای محترم ما شما ماتیریال اد نیو ماتیریال میکنیم، از این قسمت میگیریم کانکریت، کانکریت فرزن مارک 200 ما تنها جور میکنیم، از اینجا تندان کانکریت میگیریم 200 اینجا به خاطر واضح شود کیلوگرم فی سانتی متر مربع. خب ویت باز میبینیم به کیلو نیوتن است، از اینجا ما سر دبل کلیک میکنیم، از اینجا میگیریم کیلوگرم متر، از اینجا میگیریم 2400 کالکولیت و اوکی، وزن حجمی شد. باز می مدل اف الاستیسیتی را پیش از اینکه ما مدل اف الاستیسیتی را تعیین کنیم می ایم یک دفعه مارک اول تنظیم می کنیم، ما گرفتیم در اینجا باز می ایم کیلوگرم فی سانتی متر مربع، کیلوگرم سانتی، از اینجا می گیریم 200 کالکولیت و اوکی، مارک هم تنظیم شد. میم مدل اف الاستیسیتی را برنامه اکسل اوپن می کنیم، میشه در دوستان محترم در خود ایتابس هم چون همی قسمت مربوط اکسل است اینجا هم میشه، ما اما برتان در اکسل میگیریم. ما گفته بودیم 57 مساوی میشه به 57000 ضرب ضرب جذر مربع ضرب قوس شروع، از اینجا ای عدد چون ما شما اینجا دبل کلیک میکنیم این ای عدد به پی سایز ای را میگیریم کپی میکنیم، چون فرمول به پی سای داریم، باز میگیریم کنترل وی قوس بند به توان 0.5. خب یه عدد کپی میکنیم، اکسل را منیمایز میکنیم، میم دی قسمت باز شفت میگیریم دبل کلیک ده اینجا با پی سایی را وزن میکنیم کالکولیت و اوکی. خب پاسین ریشو و کوپشن تاف ترمیل اکسپنشن را میمانیم، شیر مدل جی خودش جور میشه، مارک هم جور شد، از این قسمت کانکریت جور شد، از اینجا میگیم اوکی، میتونیم این قسمت رو بگیم دیلیت. خب این دیلیت کردیم، میم سیخا را اد میکنیم، از اینجا میتونیم اد نیو ماتیریال کویک کلیک میکنیم، از اینجا ستیل نیم میگیم ریبار، از اینجا در سپسیفیکیشن استیم ای 615 گرید 6 اینمی گرید 6 سیخ که اویلیبل در افغانستان است اینمی رو میگیریم میگیم اوکی. سیخ گرید 6 ما استیم امو ای 615 جی 6 با منای گرید سیخ 6 است، از این قسمت میگیم اوکی. سیخ ها را ما شما در برنامه اد کردیم، میگیم دوست محترم سلاب پراپرتی را از اینجا میگیریم اد سلاب، ما شما در ابتدان گفتیم که 15 سانتی در نظر میگیریم، از اینجا میگیم مارکش را تایید میکنیم 200 کیلوگرم،
از اینجا هم پراپرتی رو سلب میگیریم، از اینجا تکنسش هم میگیریم 150 میلی. باز هم میگیم اوکی، تک پلیت میگیریم، میگیم اوکی. سلب هم برای ما شما دیفاین شد، باز هم میگیم در مینوی دیفاین ماتیریال شد، سلب شد، میگیم بیم پراپرتی، اینجا میگیم اد، اینجا میگیریم بیم فرضاً 45 سانتی در 35 سانتی بیم میگیریم، کام موادش هم کانکریت 200 کیلوگرم فی سانتی متر مربع میگیریم، ریبار اینجا میایم گرید 60 به لانگیتیوشنال و برای شیر هم گرید 60 میگیریم. یا میتونین شما جداگانه هم گرید 60 بر گرید 40 بر گاجدماکا بگیرین. اون بو من ما خوش میکنم دائم گرید 60 بر گاجدماکا و برای چی بگیرین سیخه لانگیتیوشنال و گاجدماکا گرید 60 گرفته شو. ما شما قادر رکتانگولار میگیریم ویب ات تاپ هم 350 میلی میگیریم، ویب ات باتم هم 350 میلی میگیریم. دی موضوعات ما شما قبل زده بودیم، ضرور تشریح نیست، زود کار میکنیم. میره هم 450 میلی ارتفاعش میگیریم، کورار هم 40 میلی میگیریم، ما شما گفته بودیم 40 میلی و 40 میلی تاپ این باتم کورا میگیریم و آپشن اول انتخاب میکنیم، وزی قسمت میگیم اوکی و باز هم اوکی. بیم هم دیفاین شد، از این قسمت باز میم رینفورسمنت بار سایز است. ما شما سیخار عموما به شکل میلی در بازار اویلیبل است که اینجا سیخ ایدی است، اینجا هم مساحتش است، قطر دیامترش به میلی متر است که 6 میلی و 8 و 10 و چی و تا به 50 میلی و اینجا ایریا مساحتش رو نشان میده، اینمی درست است. ما میگیم اوکی و سیخه هم شما جور کردیم. باز هم میم دوستای محترم ریبار ما شما معرفی کردیم، میم کالم انتخاب میکنیم، از اینجا ارد میگیم، از اینجا فرزن میگیریم کالم 45 سانتی در 35 سانتی کالم مستطیل شکل جور میکنیم، کانکریت 200 میلی گرام 200 کیلوگرم فی سانتی متر مربع است، شیپش رکتانگولار است، نظر به محور ایکس فرزن ایرا ما گفته بودیم 450 میلی و نظر به محور وای هم میگیریم 350 میلی. خب از این قسمت اتوماتیک انکلود اتوماتیک ریجید زون ایرا اوور کالم ایرا چک میکنیم. خب انکلود اتوماتیک دراپ پینل اوور کالم که ما از این قسمت هم دراپ پنل از این قسمت دوستای محترم اولی را کنسل میگیریم، یک دراپ پنل جور میکنیم، پایار هم کوشش میکنیم دراپ پنل بتیم چون موضوعی نو است. در اینجا میم باز هم در سلاب پراپرتی سلاب جور کنیم، این سلاب پراپرتی از اینجا باز هم میگیم اد نیو پراپرتی، از اینجا میگیریم فرزن دراپ نشته میکنیم دی آر او پی دراپ، مواد دراپ پنل 200 کیلوگرم کانکریت میگیریم 200 کیلوگرم فی سانتی متر مربع، از این قسمت سلاب نه این دفعه ای را میگیریم دراپ. دراپ فرزن زخامت دراپ پنل نه بالای پایه در درس گذاشته ما تشریح کردمش، شما در این سکرین هم میتونین این درس ببینید که دراپ پنل چی رو میگه. زخامت زیر فرزن 250 میلی میگیریم تک پلیت، از اینجا میگیم اوکی و اوکی. اینال میم در مینوی دیفاین کالم ها را کالم پراپرتی، از اینجا میگیم اد، اینجا میاریم میگیم کالم 450 45 سانتی در 35 سانتی کانکریت 200 کیلوگرم رکتانگولار، از اینجا میگیریم 450 میلی در 350 میلی انکلود اتوماتیک ریجید زون اوور کالم، گشت و مکار در قسمت هم حساب میکنیم. انکلود اتوماتیک دراپ پنل اوور کالم است که باز کالم همو دراپ پنل هم مساحت شدی جمیتیم، فرض میکنیم ما 1000 میلی یک متر در یک متر یک دراپ پنل برای کالم ها ما شما در نظر میگیریم، سلاب نیست، اینجا میگیم این دراپ پنل است و از اینجا میگیم اوکی.
و اوکی خب کلم بر ما شما جور شد که دراپ پنل هم از خود داشته باشه، کلم ها هم جور شد، سلسا گرید پراپرتی را هم ما شما جور کردیم دی درس. پس میایم یک سلب نه قسمت پایه ها را هم ترسیم میکنیم و سلب ها را هم در مینوی را کار میکنیم. میایم دی قسمت دوستان محترم سلب باز انواعش است که ما شما به شکل سلب ها را که رسم کنه میتونیم که فرزن از این قسمت کلیک میکنیم، میایم فرزن تا اینجا، باز تا اینجا، باز تا اینجا، باز به این شکل تا اینی قسمت به این شکل ما سلب ها را ترسیم کرده میتونیم. سلب های غیر منظم این رسم نشد دوستای محترم، برز معذرت. به این شکل فرزن، به این شکل، به این شکل، به این شکل و به این شکل و باز داخلش هم انتر میزنیم رسم میشه. به این شکل سلب هم ما شما ترسیم کرده میتونیم. اگه ایرا ما شما اینجا کلیک کنیم، با سر از این سلب کلیک میکنیم، میگیم دیلیت، دیلیت میشه. و یا هم درا رکتنگولر سلب است که باز ما شما از اینجا سلب میگیریم، پراپرتی را دراپ نی از اینجا میگیم سلب 15 سانتی است. سرزینا ما به شکل چارکنج مربعی شکل رسم کرده میتونیم. و یا هم دوستان محترم اگر باز هم سلکت بگیریم میرس ان سلکت کنیم و دیلیت بگیمش، ما شما میتونیم توسط زی کویک ایریا سلاب کویک به شکل معجل ترسیم کنیم. در بین گرید لاین ها رسم میکنیم، در فقط سنزیج قسمت کلیک کنیم سلاب ها به شکل اتومات رسمش کنترول زید میکنیم. میایم ما شما دوستان محترم چون را پنل داریم ما شما از این سلاب استفاده میکنیم، میره میگیریم دینجا قسمت کلیک میکنیم، از اینجا میگیریم میگیم سلاب 15 سانتی باشه فرزن. این از اینجا شروع میکنیم سلاب میاریم، میگیم سلاب ما باشه از این قسمت فرزن، دینجا میاریم تا اینجا باشه، باز تا اینجا باشه، باز ایره میاریم تا این قسمت باشه فرزن، تا اینجا، تا اینجا، اینجا، اینجا. قسمت آخری را هم گفتیم انتر میزنیم. سلب بر ما شما بسیار به سادگی ترسیم شد به خاطر ترسیم نمودن کالم ها. در اینجا درا کالم است، کالم ها را سرش کلیک میکنیم، کالم 35 سانتی در 45 سانتی است و میبینیم هایت بیلو کالم اونم 3.5 متر، ما یک منزل ارتفاعش گرفته بودیم 3.5 متر در اینجا آمده. از این قسمت می ما شما کالم های خود ترسیم میکنیم. این کالم با دراپ پنل بر ما شما ترسیم شد که در وسط شما میبینید که کالم است و چهار اطرافش هم دراپ پنل است. اگر این قسمت ما کلیک کنیم باز دراپ پنل را خود برنامه به شکل اتومات و قسمت اضافی ش ترم میکنه. اینجا خب کالم های این کالم ها را دفعه ما دیلیت میگم، اما دی قسمت کالم ترسیم میکنیم فرزند، دی اینجا رسم میکنیم، دی اینجا، دی اینجا، دی قسمت، دی قسمت، دی قسمت کالم ها با اندرا پانل ترسیم میکنیم و باز دا متبقی قسمت ها گادر ها را ترسیم میکنیم. گادر ها را باز درا بیم لاین و یا درا بیم کویک است که توسط زینا ما شما وقتی که سر گرید لاین کلیک کنیم یا دی قسمت از جبیم میبینید دوستان محترم گادر ترسیم شده، اما دی قسمت معلوم میشه اما دو جا متاسفانه معلوم نشد. خوب از اگر در 3D به میتانیم ببینیم و دی قسمت اگر کلیک کنیم ما شما باز میتانیم که اینمی گادرها را به این شکل تا به فرزن تا این قسمت، باز تا اینجا، باز هم تا به این قسمت، باز رایت کلیک میکنیم از کامند خارج میشیم، باز میم از اینجا تا به این قسمت، تا به این قسمت، تا به اینجا و تا به این قسمت هم انگادرها را ما شما ترسیم کردیم. خب از این قسمت همی را میگیم کلوز. در اینجا باز ویندو های مختلف است که بر ما شما نشان میتال دوستای محترم میبینین و خوبصه واضح معلوم میشه که ما شما اونمو
چیره گادرها را ترسیم کردیم. خب پلان اکس وای است، پس من اگر باز تی زیتا پلانش رو بگیریم، باز به شکل نماز که بر ما شما نشان میتا از قسمت میگیم موکی بر ما شما نشان میتا و باز هم میتانیم ما شما. پس بیم در پلان اکس وای بر ما شما اونمو پلان اکس وای بر ما نشان داد. خب بعد از اینکه ما شما سلپ ها و کالم ها را ترسیم کردیم، باز هم میم در مینوی دیفاین. بعد از دیفاین میم دوستای محترم اند جا لود پترن جور میکنیم. در لود پترن باز اونمو دید لود زری بشه نظر به برنامه تبس یک، لایف لود زری بشه صفر میمانیم. فرزند دیگه لود ها را هم ما میتونیم ارتکویک اسمین لود سینا را باز در سای بعدی قرا قرا کار میکنیم. فعلا نمی دو نوا لود میگیریم، از این قسمت میگیم اوکی. اگر نیشو ما میتونیم ارد لود پترن کنیم یا دیلیت لود کنیم. فرزن مالا دو قوار میگیریم، باز در پروژه بعدی انشاءالله کار خواهند کردیم. از این قسمت میگیم اوکی. خب لود پترن بر ما شما جور شد. باز پشت لود پترن موضوع سورس است، مسورس هم جور میکنیم. دوستای محترم نظر به کود ای سی آی دوستای محترم ما شما دید لود زری بشه در مسورس یک میگیریم. اینجا باز میم ما شما لایف لود داریم. لایف لود باز اینجا در کود ای سی آی بر ما شما گفتن اول برای مسورس فرمولش است که ما میگیم وی مساوی میشه با سی اس ضرب دبلیو. اینجا سی اس گفته در سیزمیک ریسپانس کوفیشن determined in accordance with the section 12.8.1.1 and W the effect seismic weight per section 12.7.2. کیر ما از کودی سی آی برتان بیرون نویس کرده بود، میرم در چنل تلگرام برتان ما نشر میکنم. اگر کودی سی آی نداشتین مکمل او هم در چنل تلگرام ما شما میتونین از او قسمت او را دانلود کنین. باز W را تشریح کرده در ادامه سیکشن که 7.1.12.7.2 را ما در اینجا برتان هایلایت کردیم که 7.12.7.2 دفعه سیزمیک ویت. باز در کدام ذرایبی را که ما میگیریم نظر به او ذرایب ببینیم که در این در ایریا used for storage the minimum of 25% of the floor لایف لود شل بی اینکلودد. که ما بر ضریب لایف لود در مسورس ما شما 25% در نظر میگیریم و لایف لود ما شما برش ضریب ما یک در نظر میگیریم کنم و تمام برز مزرد دید لود برش ضریب ما در یک در نظر میگیریم، یعنی اونو 100% ما محاسبه میکنیم سرش. لایف لود ما شما ضریب بشه 25% در نظر میگیریم. اگر سوپر دید لود داشتیم اونا را هم ما سوپر دید لود هم ضریب بشه یک در نظر میگیریم نظر به کود ای سی آی. و همچنان اگر ما وزن های پارتیشن ها یا باشه بر از اونا ما ده پی فیس یا 0.48 کیلو نیوتن بر متر مربع وزن های پارتیشن ها برش ضریب در نظر میگیریم. این قسمت شما کلش میتونین خوانده، ما فقط ضریب لایو لود در اینجا اضافه میکنم 0.25. و از این قسمت میگم از اینجا اگنور لیترال ماس ایره ما انچک میکنم به خاطر که ما شما در اینجا ما سورس که جور میکنیم ضرایب برای لود و برای لایو لود دادیم، به خاطر زی باکس انچک میکنیم تا اونمو حجمه و امو مس حجم را که ما به زلزله را به برنامهش معرفی میکنیم و حجم ده تمام حجم تعمیر در نظر نگیره، نظر به وزنی که ما برش چور کردیم نظر به این محاسبه کنش. از این قسمت میگیم اوکی. خب دوستان محترم لطپترن هم جور شد، مسورس هم جور شد بر ما شما. خب دوستان محترم مسورس هم جور کردیم، بگیرین در چهار اطراف زینه میستاب یک پیک هم رسم میکنیم. اول اینی پایه ها را دیلیت میکنیم، یا را دوباره باز ترسیم میکنیم، سلاب را سلیکت میکنیم. میبینیم چهار اطراف سبز شد. میم در مینوی ایدیت ایریا اکسپاند سلاش شرنک ایریا. اینجا فرضاً ما پیک 60 سانتی میگیریم، اینجا میتیمش 600 میلی
از اینجا میگیم اوکی، میبینین پیکا هم ترسیم شد و چون ما پایه را که دیفاین کردیم اینا کل پایه را پانل داشت، ما شما میتونیم یک پایه دیگه هم رسم کنیم بدون دراپ پنل. میبینید اینجا دراپ پنل ها ما جور شد، چون ما دی قسمت ها گادر ها رسم کرده بودیم، برای یک پایه دیگه هم ضرورت داریم. میایم در مینوی دیفاین کالم، این کالم دراپ پنل ولاست، ما میگیم اد نیو پراپرتی، باز دی اینجا میایم کالم، فرزن اونم کالم 35 سانتی در 35 سانتی، کالم 45 سانتی در 35 سانتی کالم ترسیم میکنیم، رکتنگولاری را میگیریم. اینجا میگیم 350 میلی در 450 میلی. خب چون ما پایه ساده رسم میکنیم، به خاطر زینمی ما دراپنل برش ترسیم نمیکنیم، اما می خواهیم که پایه ها انکلود اتوماتیک ریجید زون اوور کالم، که پایه ها را ما می خواهیم در صورتی که با سلب وصل شوه، باز ما میگیم انکلود اتوماتیک ریجید زون اوور کالم، این آپشن را انتخاب می کنیم. از این قسمت میگیم اوکی، کالم 45 سانتی در 35 سانتی و 45 سانتی در 35 سانتی، اما این کالم مانترا پنل والاست، اینی را مودیفای میگیم، دینجا کدش نشته میکنیم و دراپ DROE. ای دیگه کالم ماناو که دیفاین کردیم اینا کالم ساده است، از این قسمت میگیم اوکی. باز هم میگیم دی قسمت چهار اطراف کالم هاش ترسیم میکنیم، میبینیم که یکی و دراپ داریم، اما یکی هم کالم 35 سانتی در 45 سانتی داریم. دینجا کلک میکنیم، گادر های پایه های اطراف هم ترسیم میکنیم. شما دوستای محترم میتونید به این شکل سلکت هم کنین، رسم کنین. خب کالم ها هم ترسیم شد دوستای محترم. میایم در قسمت مینوی دیفاین لود کامبینیشن هم جور میکنیم، ما میتونیم جدا جدا هم لود کامبینیشن جور کنیم که به ضرایب داره، که فرض برتید لود 1.4 است و بر لود 1.6 است و بر ارتکویک 1.6 است. به این شکل هم ما شما از این قسمت میتونیم لود کامبینیشن ها را هم جور کنیم. ما با خود برنامه هم که اد دیفالت دیزاین کامبو از اینجا هم ما میگیم، فقط ما میگیم استرنت التیمیت، فقط بر زینمی برنامه خودش به شکل اتومات بر ما شما کامبینیشن جور میکنه. اگر ما بگیم اد کمبو، خود ما اگر کامبینیشن جور میکنیم، فرضاً میگیم 1.4 دیگ لود، یک کامبینیشن از نینجا زری بشه، میگیریم 1.4 سترنت، یک کامبینیشن جور میکنیم. اگر کامبینیشن دو میره هم جور کنیم، فرضاً باز ما میگیم دیجا میگیم اد نیو کامبینیشن، فرزن میم 1.4 دیگ لود جمع 1.6 لایف لود. اگر ما شما ببینید دیجا، باز ما شما میم دیجا میگیم 1.4 دیگ لود است، دینجا هم میم لایف لود میاریم، دینجا ضریبش 1.4 میگیریم و دینجا هم لایف لود 1.6 میگیریم. به میشکل اگر دیگه لود ها را ما در لود پترن جور کرده بودیم، باز میتونیم ما دیگه لود کمبینیشن هم جور کنیم. اما عده ای آپشن هم ما فقط سترنت التیمیت میگیریم، اوکی میکنیم. با سرزی بخشش در لکچر های بعدی و در درس های بعدی انشاءالله گپ خواهد زدیم. از این قسمت میگیم اوکی و اوکی. خب دوستای محترم، لود کمبینیشن ها هم جور شد و این ساختمان هم جور شد. برای درس امروز اینو مقدر کفایت میکنم، باز انشاءالله قسمت های بعدی را در ویدیو های بعدی گپ خواهیم زدیم. خب دوستای محترم، می بود طرز محاسبه سایل سبگرید پراپرتی و همچنان محاسبه سیستم گرید لائن ها و ترسیم نمودن سلاب ها. در ویدیو های بعدی انشاءالله سلاب ها را در برنامه صیف 2016
دیزاین خواهیم کرد. دوستان محترم، اگر شما به راپور جیوتکنیکال به خاطر سایل سپریت پراپرتی ضرورت داشتین، در چنل تلگرام هم کلینکش در بالا میبینین، شما در اونجا کومنت کنین و یا هم در خود چنل یوتیوب کلینکش در پایین میبینین شما کومنت کنین، ما حتما برتان یک راپور جیوتکنیکال در چنل تلگرام هم به نشر میرسن و شما میتونین از او قسمت رو دانلود کنین و معلومات درباره راپور جیوتکنیکال براتان پیدا کنین. تا درس بعدی و ویدیوهای بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم. وقت خوش. خدا حافظ.